سلام، شبتان بخیر. به خبر دست طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: تأکید وزارت سرحدات، اقوام و قبایل به حل چالش های سرحدی. میگوید 60% چالش های سرحدی با کشورهای همسایه حل شده و از شلیک موشک ها بالای کنر نیز جلوگیری. لله الحمد سمنګ فکر کوو په پیسدی کې دلته خو یو زمنګ شپې ته پیسه د مشکل الحمدلله دی خو په نسبت باندې بلکې تر دې نه لا ګراف زیات ده زمنګ د نور هوادونو سره په تفاهم باندې الحمدلله حل شوی. خوشبینی امارت اسلامی از داشتن ارتش منظم در کشور. همزمان سرپرست وزارت خارجه از ارتش امارت اسلامی خواست تا کار نکنند که سبب نفرت مردم از آنان شود. با تمام اسلحه های نظامی، با تکتیک سلاح، با تکنیک سلاح بلدیت کامل داشته باشه و از نزی تعلیم و تربیه کامل داشته باشه. این اردوی است که از وطن و از مردم خود دفاع میکنه. برگزاری نشست علمی درباره روابط کابل با تهران در وزارت خارجه امارت اسلامی. پیشتر دستیار وزارت خارجه ایران مدیریت روابط با کابل را پیچیده خوانده بود. نیاز است که در جهت افغانی یک مدیریت کارا، مؤثر و خلاق این روابط مدیریت بکنه مطابق با منافع ملی. و راهپیمایی اعتراضی از بحر ترور اسماعیل هنیه در برخی از کشورها. معترضان با حمل پرچم فلسطین شعارهای ضد اسرائیل و امریکا سر دادند. من شمس امانی تا یک ساعت دیگر میزبان این برنامه خبری هستم. وزارت سرحدات، اقوام و قبایل میگوید 60% چالش های سرحدی با کشورهای همسایه را از راه تفاهم حل کرده و تلاش ها از بحر حل سایر چالش های سرحدی جریان دارد. معاینه جرگه ها و هماهنگی امور قبایل این وزارت هرچند به گونه مشخص درباره چالش ها چیزی نمیگوید، اما می افزاید که از شلیک موشک ها بالای کنر جلوگیری شده. به گفته محمد علی جان احمد، حکومت سرپرست این توانایی را دارد تا از تجاوز به افغانستان جلوگیری کند. معین جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرحدات، اقوام و قبایل به طلوع نیوز میگوید که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، بسیاری از چالش های سرحدی با کشورهای همسایه حل شده است. محمد علی جان احمد می افزاید که در نزدیک به 3 سال گذشته 60% چالش های سرحدی با کشورهای همسایه از راه گفتگو و تفاهم حل شده است. لله الحمد سمنګ فکر کوو په پیسدی کې درته خو یو زمنګ شپې ته پیسه د مشکل الحمدلله دی خو په نسبت باندې بلکې تر دې نه لا ګراف زیات ده زمنګ د نور هوادونو سره په تفاهم باندې الحمدلله حل شوی دی. این مقام امارت اسلامی هرچند از کشور به طور مشخص نام نمیبرد، اما میگوید که امارت اسلامی موشک ها را که در حکومت پیشین بالای کنر شلیک میشد نیز متوقف کرده است. به گفته آقای احمد، حکومت سرپرست توانایی این را دارد تا از تجاوز به خاک افغانستان جلوگیری کند. تیر جمهوریت که به دورازی پسوونه راکټونه د کنړ په خاور راته وریدل، نن الحمدلله هغه نسته ده. نن موږ د خپلو ګاونډیو سره د تفاهم لاره نه هم حل کی خبره مشکل حل کو او په تفاهم باندې موږ سره خبره خلاصو او ورسره کې به چا سره نه سره خلاصو. موږ الحمدلله د دې توان لرو چې هغوی ته بیرته عکس العمل ورښودلی شو، د هغه د تیری او د هغه د تجاوز جواب ورکولی شو. شماری از آگاهان مسائل سیاسی حل چالش های سرحدی میان افغانستان و کشورهای همسایه را به سود هر دو کشور می دانند. هر خبره، هر فیصله چې پر دیپلوماسی اړیکو باندې یا دیپلوماتي اړیکو باندې حل فصل کیږي، دا په دې معنی چې هلته تفاهم ته سره رسیدلې دي. تفاهم ته په دې معنی چې یو څه ویل شوي دي، قناعت حاصل شوی دی. دا د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. دوی باید کوشش وکړي چې خپل سرحد مسؤول وساتي. دا د وزارت دفاع او د هغه مسؤلیت ده. د سرحدي پولیسو دی چې باید مسلکي پولیس او خپلې پوستي اضافه کړي تر څو پر افغانستان په دایمي ډول باندې دغه مشکل نه خلاصي. این در حال است که پیش از این وزارت داخله گفته بود که در جریان 2 سال گذشته نزدیک به 50 درگیری سرحدی با ایران، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان رخ داده است. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، میگوید امارت اسلامی در حال حاضر ارتش منظم، آزاد و اسلامی را در اختیار دارد. او می افزاید که ارتش کنونی با عقیده و فکر اسلامی آموزش های عصری را فرا گرفته. در همین حال سرپرست وزارت خارجه از ارتش امارت اسلامی می خواهد تا کاری نکنند که سبب فاصله گرفتن شهروندان از آنان شود.
سرپرست وزارت دفاع در جلسه اصلاحی که برای بیش از 600 تن از مسئولان ارتش امارت اسلامی در کندهار با حضور رهبر امارت اسلامی و برخی از اعضای کابینه برگزار شده بود، تاکید کرده است که در حال حاضر امارت اسلامی ارتش منظم، آزاد و اسلامی را در اختیار دارد. محمد یعقوب مجاهد افزوده که ارتش کنونی با عقیده و فکر اسلامی آموزش های عصری را فرا گرفته است. با تمام اسلحه های نظامی، با تکتیک سلاح، با تکنیک سلاح بلدیت کامل داشته باشه و ضمن از این تعلیم و تربیه کامل داشته باشه، این اردویی است که از وطن و از مردم خود دفاع میکنه. در سوی دیگر، سرپرست وزارت داخله نیز در این جلسه گفته است که مقام های حکومت سرپرست همانند قبل از روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور در قیادت یک امیر قرار دارند و به خاطر قدرت مبارزه نکرده اند. یکی از رموزی که ما همیشه پیشرفت کردیم و الحمدلله اهداف ما برآورده شد، او تحت محور اتفاق و اتحاد و در تحت امر اطاعت امیر المؤمنین حفظه الله و مقام رهبری امارات بوده. رئیس عمومی استخبارات امارات اسلامی نیز گفته که جنگ فیزیکی و گرم در کشور به پایان رسیده، اما جنگ سرد و فکری همچنان جریان دارد. همون اندازه‌ای که جنگ سخت میتونه که استفاده از سلاح‌های عظیم بوده میتونه مخرب است، به مو اندازه تاثیرگذاری جنگ نرم در این مقطع زمانی میتونه به مو اندازه تاثیر داشته باشه و مسائل پیچیده بسازه. سرپرست وزارت خارجه نیز از نیروهای ارتش کشور خواسته تا از عواملی که سبب نفرت مردم میشود دوری کنند. محبوبیت اردو خود به رفتار اردو تعلق میگیرد. اگر ما قوانین حقوقی حکمی داشته باشیم، باز در او صورت اردو میتونه که از او پیروی و با نزدیک شدن به مردم میشه. اگر این کار صورت نگیره غیر ممکن است. رهبر امارت اسلامی نیز در این جلسه که روز پنجشنبه برگزار شده بود حضور داشته است و از مقام های امارت اسلامی خواسته تا از تفرقه و اختلاف دوری ورزند. مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه نشست علمی را درباره روابط کابل با تهران برگزار کرد. بر بنیاد خبرنامه وزارت خارجه در این نشست، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه گفته با روی کار شدن حکومت تازه در ایران امیدوارند تا روابط دو جانبه گسترش یابد. پیش از این دستیار وزارت خارجه ایران مدیریت روابط با حکومت سرپرست را پیچیده خوانده بود. مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه نشست علمی را زیر نام حکومت تازه ایران و فرصت‌های تقویت روابط کابل تهران برگزار کردند. در این نشست رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه روابط با ایران را خوب توصیف کرده و افزوده است که امیدوارند با تغییر حکومت در ایران روابط دو جانبه میان دو کشور بیشتر از این گسترش یابد. دا دیپلوماسی اصل ده که چیرې ته غواړې چې له هیوادونو سره خپلو اړیکو ته فراختیا ورکړې، نو د هغوی په باره کې باید یوه ستراتیژي ولري. نو موږ مطمئن وو چې دوی به د خارجي وزارت به یوه ستراتیژي جوړه کړي او د همدې ستراتیژي په اساس به له ایران سره خپل روابط وغځوي. در این نشست جعفر مهدوی نیز با اشاره به علتهای گوناگون از جمله تیرگی روابط ایران با اسرائیل و آمریکا گفته است که امیدوار است تا روابط امارت اسلامی و ایران نزدیک شود. او همچنان افزود که ایران نیز باید از خواست تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان که هنوز تعریف نشده است بگذرد. پیش از این رسول موسوی دستیار وزارت خارجه ایران با نشر تصویری از دیدارش با معاون سیاسی ریاست الوزراء گفته بود که مدیریت روابط با حکومت سرپرست افغانستان پیچیده ترین نوع مدیریت سیاسی در روابط دیپلماتیک ایران است. شرایط منطقه و جهان روابط بین افغانستان و ایران را بسیار پیچیده و چند لایه ساخته و نیاز است که در جهت ابانی یک مدیریت کارا، مؤثر و خلاق این روابط مدیریت بکنه مطابق با منافع ملی تا منافع ملی افغانستان حفاظت شده باشه. این در حال است که پیش از این مسعود پزشکیان رئیس جمهور تازه ایران تعامل با کشورهای همسایش را از اولویت های کاری خود خوانده بود.
عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب از راهکار تازه روی تشخیص مرز میان افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان که به دلیل سرازیر شدن سیلاب‌ها از بین رفته خبر می‌دهد. او در برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات اماراتی می‌افزاید که این پلان را به هدایت رهبر امارات اسلامی در همکاری با وزارت‌های داخله، دفاع، ریاست عمومی استخبارات و وزارت خارجه انجام خواهد داد. آقای منصور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نیاز افغانستان در راستای مدیریت آبها و تولید انرژی میگوید این وزارت تلاش دارد تا از طریق ایجاد بندهای بزرگ و استفاده از منابع آبی، بادی و آفتابی کشور را در این زمینه به خودکفایی برساند. سرپرست وزارت انرژی و آب کارکردهای یک ساله گذشته این وزارت را با رسانه ها شریک ساخت. عبداللطیف منصور اختصاص 200 میلیون افغانی برای بازسازی سواحل دریای امو، پیشرفت ها برای تکمیل 4 بند بزرگ کمالخان، شاوروز، توری و پاشدان و همچنین تمدید لین های انتقالی 500 کیلوولت ترکمنستان، ساخت چکدم ها، جلب سرمایه گذاری ها برای تولید برق آفتابی و ایجاد طرح جدید از بحر تشخیص مرز میان افغانستان و کشورهای همسایه که به دلیل سرازیر شدن سیلاب ها از بین رفته است را از مهمترین دستاوردهای یک ساله خود می خواند. ناساسی کار داده شی او خود موگا آقا مرسی دست لو تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان سر آقا دیشی لابول را تک لوجش کا آقا لما بای نتلا لایده. نو اول ضرور خبر داده شی موگا دیدی اساسی کار کوو نو زموگا آقا بخوانای مرسی ابخواهو آقا باید تشخیصی دا موضوع موږ تقریبا یو شل ورځې مخکې له حضرت امیر المؤمنین سره مطرح کړه. همزمان با این مسئولان در وزارت انرژی و آب با تاکید بر استفاده درست از منابع آبی کشور و تامین حقابه ایران میگویند که با مدیریت آبهای افغانستان هیچ کشور ضرر نخواهد دید. زموږ هیڅ اقدام د ګاونډیانو په ضرر نه دی او موږ تر خپل حق اضافه اوبه چه گاوندیانو تا ضرر رو که موج ندی اخیستیم او اراده همونه لرو چه خپل گاوندیانو تا ضرر رو رسو دی خپل حق چه آقا مسلم حق تا دی افغانستان بخپل خاوره که دی خپل وگرو لپاره منظم پلانون او برنامه ترها کردی دی چه آقای دی تدبیق به نتیجه که به انشاءالله چه همسایگان هم نمتظرر کیگی او ترسنگ بایی زمونگ دی افغانستان پا خاوره که به داخل که هم دی زراعت په برخه کې، هم دی څښاک په برخه کې، هم دی اوبو څخه په استفاده دی انرژي تولید په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو. در سوی دیگر سخنگوی وزارت انرژی و آب می افزاید که این وزارت طرح ساخت و ساز 581 پروژه نیمه‌کاره و تازه‌کاره را در بخش های مدیریت آب و شناسایی منابع آبی در کشور به ارزش حدود 10 میلیارد و 500 میلیون افغانی به وزارت مالیه پیشکش کرده است. د اوبو انرژی وزارت د اوبو سرچینو د هر اړخیز مدیریت په موخه په روان مالی کال کې په مجموعي ډول 1501 پراختیایي پروژې چې نوی او انتقالي پروژې پکې شاملې دي چې بندونه او چکډمونه، کانالونه، سندونه، د سندونو د غاړو تحکیمات، اوبو تاسیسات او ساتنې او پاملرنې پروژې دي. دغه تاسیسات چې مجموعي لګښت یې 1.5 میلیارد افغانۍ کېږي د مطالعاتو او ساختمانی چارو پلان جوړ شوی دی. بر بنیاد اطلاعات وزارت انرژی و آب افغانستان دارای ظرفیت 23000 مگاوات تولید برق از منابع آبی، 67000 مگاوات برق از منابع باد، 222000 مگاوات برق از منابع آفتابی و 6000 مگاوات برق از منابع حرارتی را دارا است. تا لحظات دیگر دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. با افزایش گرمی هوا در برخی از پایتخت نشینان از بیشتر شدن آلودگی هوا انتقاد میکنند. این باشندگان میگویند که در یک هفته پسین افزایش آلودگی هوا منجر به بیشتر شدن بیماری های تنفسی شده. در همین حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید عمده ترین عامل های آلودگی هوا در شهر کابل موترهای استهلاک شده و استفاده از برق حرارتی است و در هماهنگی با ریاست عمومی ترافیک و شهرداری کابل روی کاهش آلودگی هوا کار میکنند. همزمان با گرم شدن هوا،
برخی از پایتخت نشینان از افزایش آلودگی هوا در شهر کابل انتقاد می کنند. این باشندگان می گویند که در روزهای پسین آلودگی هوا در پایتخت چالش هایی را برای آنان به بار آورده است. در این هوا اخیر که است، خصوصا در این هفته اخیر، آب و هوا به شدت گرم شده و همچنان آلودگی به اوج خود رسیده. و شاید هم دلیلش که است موتورهای کهنه باشه. مثال فعلا نظر به سابق کرده، موتورهای کهنه خیلی زیاد شده. په کابل ښار کې د زړو موټرو استعمال دی، په هغه کې د بیکیفیته تیلو استعمال دی. همدارنګه په دغه وخت کې بیبرکي زیاده شوې ده. دغه وخت کې دوکانونه، کورونه جنریټر څخه استفاده کوي، نو هغه کې تیل مصرفېږي. هغه تیل بیکیفیته دی، لوګی تولیدوي. در همین حال اداره ملی حفاظت محیط زیست میگوید که عمدترین عامل آلودگی هوا در کابل کار گرفتن از برق حرارتی در کارخانه ها، تردد موتورهای استهلاک شده و تغییرات اقلیمی است و این اداره در هماهنگی با ریاست شهرداری کابل و ریاست عمومی ترافیک روی حل این چالش کار میکنند. در ماه یک بار باز امی چک پوینت های خود ریاست ترافیک از نزدیک مشاهده میکنند و کتاب راجستر دارن که هر تعدادی که اینا وسایل نقلیه دوددار را میگیرن، اسنادش را قید میسازن و ثبت راجستر کتاب میکنن که باید انجین خود یا مشکلی که داره باید رفع بسازه. آلودگی هوا در کابل عامل‌های گوناگون دارد و این مسئله به چالش برای باشندگان پایتخت نیز تبدیل شده است. برخی از کارشناسان محیط زیست بر این باورند که بیشتر شدن ساحات سبز و کنترل کارخانه‌های بزرگ تولیدی می‌تواند منجر به بهبودی وضعیت هوا در شهر کابل گردد. کمربند سبز در کابل وجود داشت، تا اندازه‌ای سرش کار می‌شد. حال معلوم نیست که کمربند سبز تا ما پیدا کرده یا نه، آیا برش آبرسانیش درست است یا نمی‌بینه. کمربند سبز اگه کابل میداشت شاید یا شهرهای بزرگ افغانستان داشته باشه، این مشکل کمتر اتفاق میفته. پیش از این اداره ملی حفاظت محیط زیست از متوقف ماندن CO2 پروژه در بخش تغییرات اقلیمی در کشور انتقاد کرده و بر اثرگیری این پروژه ها تاکید کرده بود. آسیب دیدگان بارندگی و تندبادهای ویرانگر که حدود دو هفته پیش در ننگرهار رخ داده بود خواهان ساخت و ساز سرپناههایشان هستند. در همین حال مسئولان محلی این ولایت میگویند از اثر این رویداد طبیعی 1500 خانه تخریب شده که با همکاری نهادهای مددرسان با سازی خواهند کرد. غلام محمد 50 ساله باشنده روستای چهارباغ صفای ولسوالی سرخرود ننگرهار که خانه اش در اثر بارندگی و تندبادهای ویرانگر دو هفته پیش تخریب شده است. او میگوید که از رهگذر گردآوری آهنپاره ها هزینه زندگی خانواده خود را با مشکل تامین میکند و توانایی بازسازی خانه خود را ندارد. یک ارتب آمده که پشترش باران زنگوله شده که ما خود ما رفته بودیم کار کرده کباره کارش میکنیم که میم خانه ششته سک او چیزار کش میکنیم خودم هم زخمی شدیم. میجه پا کور که تا کسان نفق خور لرم واره واره بچی میده چرا علم دا کور میگرزی دله و دوم را وسته می نکیگی چه دا کور جور کم. در پی این تنبادها حدود 100 خانه در این منطقه تخریب شده اند که باشندگانی آن به علت فقر و بیکاری نمیتوانند خانه های خود را بازسازی کنند. آنان از مسئولان در حکومت سرپرست و نهادهای مددرسان میخواهند تا در ساخت و ساز خانه هایشان همکاری کنند. سمون کورونا را شوی دید مو سات و حکومت نم ده خواهش ده سمون غریبان خلق واسه من رسی گدا مون ده کورونا جوړ کی مون غریبانا نو زمون گ واسه نرسی چه مون خپل ده کوټی جوړ کو. اما ریاست رسیدگی به رویدادهای طبیعی ننگرهار میگوید که حدود 35 میلیون افغانی پول نقد و مواد غذایی از سوی حکومت سرپرست و نیادهای مددرسان به خانواده های آسیب دیده کمک صورت گرفته است. کورونا په جوړولو کې به ته وایو داخلي او خارجي موسسه سره هم په رابطه کې یو، مجلسونه هم ورسره کړي دي. انشاءالله امید دی، غوښتنه هم ده چې زر تر زره انشاءالله د کورونا په برخه کې به هم مرسته وشي. این رویداد طبیعی که حدود دو هفته پیش در بخشهایی از ولایت ننگرهار رخ داد، افزون بر تلفات جانی، زیانهای هنگفت مالی نیز برای مردم وارد کرده بود. تا لحظات دیگر دوباره برمیگردیم.
یک بار دیگر خوش آمدید. شمار از مهاجران افغان که به تازگی از ایران اخراج شده اند از برخورد نامناسب پلیس ایران شکایت میکنند. برخی از این مهاجران برگشت داده شده میگویند که به علت نبود کاروبار راهی ایران شده بودند، اما در آن کشور بازداشت و دوباره اخراج شده اند. آنان همچنان از حکومت سرپرست میخواهند تا هر چه زودتر به چالش های آنان در داخل کشور و کشورهای همسایه رسیدگی کنند. جوان 20 ساله ای است که در اوج جوانی فراز و نشیب های زیاد زندگی را طی کرده است. او که سال پار از بحر حل چالش های اقتصادیش به ایران رفته بود، روز قبل در این کشور بازداشت و اخراج شد. مزمل از بدرفتاری نیروهای پلیس ایران این گونه لب به سخن می گشاید. یک سال در ایران بودیم، در ایران کار میکنیم، در شهراز کار ساختمانی میکنیم و مشکلات خیلی زیاد بودیم. کنار ایرانی که میامد بر ما دم میز علت ما میکرد، هر چیز بر ما میگو، ما چیزی گفتن نمیتونم. یک گوشتک در سلام میامد ما را در لغت میزد، ما چیزی گفتن نمیتونم، چون مود که خودشان بود. همزمان با این شماره از مهاجران افغان که از کشور ایران اخراج شدند میگویند با چالش های جدی مواجه اند. آنان از مسئولان در حکومت سرپرست میخواهند که در زمینه رفع چالش هایشان با آنان همکاری کنند. نیاز زندگی خود نمیتونستم برآورده کنم. من 5000 افغانی یه سال پیش از دکاندار قرضدار شدم، رفتم ایران. الان پدر، مادر، زن، فرزند همش مونده به ایران. الان من اینجا به این حالت آمدم به افغانستان. الان من چیکار کنم؟ من نمیتونم ایران برم. زندگی من چجوری پیش میره؟ من با اسلامی و مرد من در وقتن رو چل تا کار زمینار تا پیدا کرد. دیر مشکلات دی ایران که خودی خواهد بچی خلق لرن نشی. پر ده هیواد که زندگی دیر سخت داد. با این حال شماره از فعالان حرسی حقوق مهاجران بر رفع چالش های مهاجران تاکید می کنند. دولت امارات اسلامی افغانستان باید برای مهاجرین دیپورت شده از کشورهای همسایه تحصیل بازگشت و ارائه خدمات ضروری، تامین نیازمندی های اولیه مانند غذا و مسکن و سرپناه، پشتیبانی های اجتماعی و روانی و برنامه های ادغام و بازسازی برای کمک به زندگی دوباره به مهاجرین روی دست بگیرند. اما وزارت مهاجران و عودت کنندگان تاکنون درباره خواستهای این مهاجران افغان چیزی نگفته است. این در حالی است که مسئولان وزارت مهاجران و عودت کنندگان گفتند که روز جمعه 119 خانواده مهاجر از کشور پاکستان و ایران به گونه اجباری اخراج شدند. تا لحظات دیگر دوباره برمیگردیم. ادامه خبر دست رو نیوز. پزشکان شفاخانه صحت طفل میگویند که در یک هفته پسین بیماران مالاریا، مهرقه، تسممات غذایی و اسهالات که از عمده ترین بیماری ها نزد کودکان از بهر شدت گرمای هوا به شمار می رود افزایش یافته. پزشکان این شفاخانه میگویند از هفت روز به این سو 1443 تن بیمار نزد آنان ثبت شده. با گرم شدن هوا در پایتخت بیماری های فصلی نزد کودکان در یک هفته پسین افزایش یافته است. برخی از بیمارداران می گویند که با زیاد شدن بیماری های اطفالشان ناگزیر شدند تا به شفاخانه صحت طفل در کابل مراجعه کنند. ده پنج شنبه پر از اغسطه در غوتم بود در شخصی شفاخانه تا. خویت سغیر نتیجه ورنقی و ساعت به خوی و ساعت به استیپرا کم کوی سالات بمو. دختره که ما دان دامن شده به اصطلاح هم وقتی شب آمدیم دو بجه شب بود همیجا مراجعه کردیم در شفخانه اندراغادی. باز اینا دکتر صاحبا ماینه کردن، دیدن لازم دیدن، گفتن ایجاب میکنه که بستر شود. ما هم بستر کردیم. برخی از پزشکان میگویند که در فصل تابستان بیماری های همچون ملاریا، مهرقه، تسممات غذایی و اسهال که یکی از عمده ترین بیماری در این فصل است به وجود می آید. ذکر ایشم دی مختلف انواع دی اسهالاتونه، نمیاس مهرقه، ملاریا، غذایی تسممات، یو تعداد نور میکروبی حالات، ولی دغه امراض دیر زیادی، ولی په جمله دی در طولو که اسهالات په گرم هوا که زیادیگی. پزشکان شفاخانه صحت طفل میگویند که در هفت روز اخیر 4000 بیمار نزد آنان مراجعه کردند که از این میان 1443 تن بیماران فصلی در این شفاخانه به ثبت رسیدند. مونږ ته چې په تېر هفته کې کوم تعداد مریضانو مراجعه کړله، تقریبا 4000 مریضانو مونږ ته مراجعه کړله چې د دې جملې څخه 1400 او 340 مریضان د موسمي امراضو څخه دي. د دغه مریضانو دپاره هغه څه چې لازم و هغه اقداماتو ترسره شوي دي.
در سوی دیگر وزارت صحت عام از رسیدگی جدی به این بیماران در تمامی ولایت های کشور اطمینان می دهد. دیوانستان اسلامی امارات دائم روغتیا وزارت د دې لپاره چې ولسون د خرسې د ګوشي میری روغتي خدمات ورته وړاندې شي په بیلابیل ولایتو کې موږ په غوي برخه باندې هم کار سره کړی همداسې روغتي مراکز هم پوره امدګی لري هغه درمل چې هلته اړین دي دغه لپاره هم کارونه تر سره شوي دي زموږ په روغتي مراکزو کې پیش از این وزارت صحت عامه گفته بود که در هفت ماه پسین سال گذشته نزدیک به 200 هزار کودک به بیماری های گوناگون فصلی در کشور مبتلا شدند. اتاق صنایع و معادن افغانستان میگوید به زودی برای صنعتکاران زمین توزیع خواهد شد. مسئولان در این اتاق می افزاید که یگانه راه رسیدن به خودکفایی در کشور پشتیبانی از تولیدات داخلی و فراهم ساختن سهولت های بیشتر برای صنعتکاران است. با این حال وزارت صنعت و تجارت میگوید در حال حاضر 16 پارک صنعتی در ولایت های گوناگون کشور فعالیت دارند و قرار است 26 پارک صنعتی دیگر نیز در آینده در ولایت های کشور ایجاد شوند. مسئولان در اتاق صنایع و معادن میگویند که رهبری امارات اسلامی توزیع زمین برای صنعتکاران در کشور را به زودی آغاز خواهد کرد. به گفته مسئولان این اتاق، در صورتی که برق کارخانه داران به گونه دائمی تأمین شود و سهولت های دیگر نیز برای آنان فراهم شود، افغانستان به خودکفایی خواهد رسید. با آمدن امارات اسلامی امی زمین ها را همه توزیعش متوقف شد. باز ما از طریق وزارت صنعت و تجارت کمیسیون اقتصادی و خود ما که تشتی پرده بودیم به جناب شیخ صاحب حفظه الله پیشنهاد ما همی بود که زمین ها به پارکا باید داده شود می بود که دمی اواخر الحمدلله قانون زمین توزیع زمین به پارکای صنعتی پاس شده هر اندازه که حمایت شود صنعت افغانستان چه در تامین انرژی توزیع زمین و همچنان واردات کالاهای بالمثل که جلوی زو گرفته شود یا تعرفه افزایش پیدا بکنه اینا بسیار مؤثر هست هم برای اشتغال هم برای رشد اقتصادی افغانستان. در همین حال وزارت صنعت و تجارت میگوید که همکنون 16 پارک صنعتی در کشور فعالیت دارند و پیشنهاد ایجاد 26 پارک صنعتی دیگر برای این وزارت رسیده است. درخواست جدید برای ایجاد 26 پارک صنعتی در ولایت های مختلف صورت گرفته تا در تمام ولایات جهت تقویت صنعت خود پارک‌های صنعتی خود را داشته باشیم. با این وجود برخی از آگاهان مسائل اقتصادی توزیع زمین به صنعتکاران و ایجاد پارک‌های صنعتی در کشور را برای توسعه تولیدات داخلی و رسیدن به خودبسندگی در کشور مهم می‌دانند. برای بلند بردن سطح کارایی و بهره‌وری تولید نیاز است که در قسمت پارک‌های صنعتی توجه بیشتر صورت بگیره بر وسیله ممکن افزایش زمین یا ایجاد سهولت‌ها حداقل از پارک‌های صنعتی حمایت بیشتر صورت بگیره. بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت در حال حاضر افغانستان در 133 قلم از اجناس که شامل 45 سکتور تولیدی می شود به خودبسندگی رسیده است. مسئولان پروژه بند پاشدان در هرات می گویند که کارهای نهایی این بند به شدت جریان دارد. به گفته آنان قرار است تا پایان سال روان خورشیدی کار این بند تکمیل و روند آبگیری آن آغاز گردد. ادامه کار ساخت بند پاشدان پس از 3 سال توقف چند ماه پیش از سوی امارت اسلامی دوباره آغاز شد. با گذشت 3 ماه از آغاز دوباره کار ساخت بند پاشدان هرات کارهای نهایی این بند آب و برق جریان دارد. با گفته مسئولان این پروژه کار در چند بخش این بند شبانه روزی ادامه دارد و قرار است تا پایان سال روان خورشیدی روند آبگیری در این بند آغاز شود. در حال حاضر بیشتر از 800 کارگر و کارمند فنی در این پروژه مصروف کار هستند. پروژه الحمدلله 85 الی 90% کارها پیش رفته و فعلا هم شما عملا میبینید در ساعت که کارا بسیار به سرعت جریان داره و انشالله که بسیار زود پروژه تکمیل میشه. در بخش های مختلف کار جریان داره و امیدواریم که انشالله در سال جاری بتوانیم که قسمتی که مربوط به گرداندن آب یا بستن آب باشه او را انشالله تکمیل کنیم. پیشرفت کار ساخت بند پاشتان خورسندی باشندگان هرات را به همراه داشته است. این شهروندان از امارت اسلامی میخواهند که پروژه های توسعه‌ای و زیربنایی بیشتری را در کشور راه اندازی کند. بند پاشتان یکی از پروژه های حیاتی برای شهر هرات است که آب کافی هم برای آب آشامیدنی و هم آب زراعتی برای مردم ذخیره میکنه و این میتونه باعث رشد و شکوفایی شهر هرات و در مجموع کشور ما شما بشه. از امیرالمومنین از امارت اسلامی که بندر درست کنه توجه بیشتر بکنه به بندر افغانستان
که او افغانستان سرازیر به طرف کشور ایران. نقش بند پاشتان در آبیاری کمربند سبز شهر هرات، بلند رفتن آبهای زیرزمینی و بهبود اوضاع محیط زیستی شهر هرات و بخش‌های اطراف آن کلیدی گفته می شود. این ضمن از اینکه ذخیره میکنه مقدار آب کافی را برای تقویه آبهای زیرزمینی بسیار موثر است و در پرواز کانال‌های زیر ساخته شده که آب راهنمایی میکنه برای زراعت و به خصوص برای کمربند سبز ولایت هرات بسیار موثر است. بند پاشتان در 20 کیلومتری شرق شهر هرات در ولسوالی کرخ واقع است. این بند ظرفیت ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب، آبیاری 13000 هکتار زمین کشاورزی و تولید 2 میگاوات برق را دارد. مسئولان اداره دوا و غذا در اروزگان میگویند که 50% دواخانه ها در این ولایت جواز قانونی فعالیت ندارند و تلاش ها به هدف جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی آنان آغاز شده. در همین حال فروشندگان دوا از مسئولان در حکومت سرپرست خواهان آغاز روند توزیع جواز هستند. شماری از فروشندگان دوا در اروزگان از مسئولان در حکومت سرپرست خواهان توزیع مجوز قانونی هستند. آنان میگن همه مراحل قانونی را تکمیل کردند، اما روند توزیع جواز متوقف است. خبر داده شده جوازون ایلاس یا واقع جوازون چکل پکورو کیشه یا کنسل سپرمه پانیگه سره که لغوسی. اگه چه چونس پیلنستان لاش افنزل سره به دی خلقو ضرورت ورته پرکی. نو ده دی لپاره چه دا کم کسان وست پرغسی بیدی ده دی لپاره که چیری جوازون آورد. جوازان تا پا مرکز که نور کهی پا کابل که نور کهی. نو که چیری جوازون ایلاسی او ده خلقو داغ مشکلات خوالیجی چه دی با پرخپل رسمی دواخانه بیاکشینی. در همین حال شماری از باشندگان اروزگان از مسئولان خواستار جلوگیری از فروش دواهای بیکیفیت در مرکز و ولسوالی های این ولایت هستند. غیر مسلکی کسان باید دغه سه دغه څخه کار زخلیری کې په دې خاطر چې دا ډیر غټ مشکل دی او دا ډیر غټ سنځ د ټول خلکو لپاره. اما عامر اداره دوا و غذا میگوید که 50% دواخانه ها در این ولایت بدون مجوز قانونی فعالیت دارند. به گفته آنان موضوع توزیع جوازنامه ها به فروشندگان دوا را با مسئولان در مرکز شریک ساختند. تقریبا د ترینکوټ بازار کې تر نوی او پوری دواخانی ولې سجاوی له جملې څخه چلوي خو دواخانو تقریبا 50 دواخانو رسمي جوازونه نه درلودو، یعنی او غیر مسؤول پر کسانو کار پکې کاوه. نو بیا دغه موضوع موږ د مرکز سره شریک کړ. بر بنیاد معلومات اداره دوا و غذا همکنون از میان 213 دواخانه ها تنها 70 دواخانه در این ولایت جواز دارند. مسئولان در مدیریت گمرک ولایت بدخشان از آغاز روند ثبت و راجستر موترهای بدون اسناد یک کلید دست افغانستان در این ولایت خبر می‌دهند. هدف از ثبت و راجستر این موترها جلوگیری از رویدادهای ضد امنیتی و بلند رفتن عواید حکومت گفته می‌شود. باشندگان بدخشان نیز عملی سازی این برنامه را در جلوگیری از رویدادهای جنایی و امنیتی اثرگذار می‌دانند. به هدف جلوگیری از رویدادهای ضد امنیت و بلند رفتن عواید حکومت، مدیریت گمرک بدخشان روند ثبت و راجستر موترهای بدون اسناد یک کلید دست افغانستان را در این ولایت آغاز کرده است. ثبت و راجستر ما در ولایت بدخشان برای موترهای بی اسناد به خاطر سوء استفاده از موترها، سرقتهای مسلحانه، تامین امنیت که بی امنیتی نشوه، برای بلند بردن سطح عواید کشور این صورت گرفته. باشندگان بدخشان نیز عملی سازی این برنامه را در جلوگیری از رویدادهای جنایی و امنیتی اثرگذار می دانند. 100% کمک می کنه دیگه سیب. به خاطری که اسناد که داشته باشم معلوم دار است دیگه که هر رقم حادثه شو، هر رقم چیزی شو دیگه اهمیت برقرار می شود. بسیار یک روان دینه که روان خوب است به خاطر مثلا تامین امنیتشان، تامین امنیتی مردم به خاطر مثلا سرقت مثلا که پیچه خطان هم ذکر کردن نوره بسیار کمک میکنن مردم ایمارن. به گفته مسئولان این روان تا ختم سال روان خورشیدی ادامه دارد و نسبت به سالهای پسین برای موترهای بدون اسناد از 50% تا 70% از سوی رهبری حکومت سرپرست نیز تخفیف در نظر گرفته شده است. مسئولان امنیتی ولایت زابل از کاهش جرم‌های جنایی در این ولایت
خبر میدهند. به گفته مسئولان محلی از آغاز سال روان خورشیدی تا اکنون در پیوند به ده‌ها رویداد جنایی نزدیک به 100 تن را بازداشت کرده اند. تلاش ها به هدف مهار کردن جرم های جنایی در ولایت زابل. اینجا در شهر قلات مرکز ولایت زابل جستجوی شماره از افراد متهم به جرم های جنایی ادامه دارد. کوشش که اوش پاور از اختای سی درسو شان کشکو او کوشش مو اوش پاور از روان. سخنگوی فرماندهی امنیه زابل میگوید که از آغاز سال روان خورشیدی تا اکنون در پیوند به 58 رویداد جنایی 92 تن را بازداشت کردند. به گفته او پس از تلاش‌های شبانه روزی نیروهای امنیتی جرم‌های جنایی در این ولایت در حال کاهش یافتن است. په زابل ولایت کې الحمدلله امنیت پوره تامین دی. جنایي پیښو ته پر وخت رسیدګي کیږي. چې د روان کال د پیل څخه تر همدې مهال 50 جنایي پیښې رامنځته شوي دي. د زموږ امنیتي ځواکونو یا د پیښو ته پر وخت رسیدګي کړې ده. په تړاو یې دونوي کسان نیول شوي دي چې دوسیې تر څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته لېږدول شوي دي. شماره از باشندگان زابل از نیروهای امنیتی میخواهند تا تلاش‌های خود را در بخش تامین امنیت افزایش دهند. د زابل د امنیت لپاره دغه چک پوینټونه ډیره زیاته ګټه لري او موږ ډیر زیات نه خوشاله یو چې داسې چک پوینټونه ودرئ او د امنیت د جنایي پیښو دغه کچه راکمه سي. نو دا خو ډیر ښه کار دی د امنیت لپاره، د خلکو دپاره، د خلکو د دلاسایی دپاره هم ښه کار دی. خلک هم باید، موږ هم باید خوشحاله سو. با این حال مسئولان در فرماندهی امنیه زابل میگویند که افزون بر مهار رویدادهای جنایی در پی عملیات‌های ویژه در سال روان خورشیدی در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت صدها جریب زمین کشت مواد مخدر را نیز از بین بردند. سپاسگزار همراهیتان هستیم. رسیدیم به پایان خبر ده. شبتان بخیر.